بسم الله الرحمن الرحیم. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. با سلام و درود به همه شما عزیزان و با امید به این که در این شبها و ایام ارزشمند و شبهای قدر بتونیم به یک بازشناسی بنیادین درباره خودمون و زندگیمون دست بزنیم. بحثی رو که من جلسه قبل، یعنی دیشب آغاز کردم، درباره توجه به خوراک خیش بود، طعامی که میخوریم. و در قرآن کریم یکی از دستورهایی که آمده دعوت به بازاندیشی و تأمل درباره خوراکی است که می‌خوریم. دیشب اشاره کردم که عارفان مسلمان خوراک را مخصوص به خوراک تن نمی‌دانند. دست کم از سه نوع خوراک نام می‌برند: خوراک تن، خوراک دل و خوراک خرد، عقل. زیرا که وجود ما دست کم سه لایه داره، سه بخش داره، سه ساحت داره و هر ساحتی هم خوراک خاص خودش رو داره. خوراک لازمه وجود ماست. خوراک خوب ما رو میپرورد، خوراک بد ما رو تباه میکند. در جلسه گذشته اشاره کردم که در باب خوراک جان، خوراک عقل، باید بکوشیم که آنچه را که مناسب خرد است مصرف کنیم. در واقع بنیاد توجه به خود و طعام خیش آن است که ما به سطحی برسیم که به اون گفته میشه مصرف آگاهانه، یعنی آگاهانه مصرف کنیم. یعنی هنگامی که کتابی دست میگیریم آگاه باشیم که داریم چه میکنیم. هنگامی که فیلمی نگاه میکنیم، موسیقی گوش میکنیم، آوازی میشنویم، آگاه باشیم که داریم چه کار میکنیم. به خوراک دل هم پرداختم و اشاره کردم و قرار شد در این جلسه به خوراک تن بپردازیم، چیزی که من و شما از صبح تا شب درگیرش هستیم. خوراک تن آن چیزی است که باعث تأمین بخش زیستی و فیزیکال و فیزیکی بدن ما میشه. این خوراک، آنچه که شب و روز میخوریم و مینوشیم. غذاهای پختنی، میوه‌ها، سبزیجات، مغزها و مانند آن. در باب خوراک تن سعی می‌کنم چند سوال مطرح کنم و بر اساس پاسخ آنها بحثم را پیش ببرم. اولین پرسشی که من و شما باید همواره از خودمون بپرسیم آن است که چرا می‌خوریم؟ چرا می‌خوریم؟ ما چرا غذا می‌خوریم؟ ممکنه کسی بگه خب این سوال نداره، میخوریم، ولی سوال داره. واقعا چرا میخوریم؟ برخی افراد میخورن از سر عادت، عادت دارن بخورن، همیشه عادت دارن این چیزی بخورن، بنوشن، بجون، بکشن. برخی افراد عادت دارن ساعت خاصی حتما غذا بخورن. برخی افراد هنگامی که عصبی میشن، آشفته میشن، غذا میخورن. برخی افراد هنگامی که خوشحالن غذا میخورن. چرا غذا میخوریم؟ چون خوشحالیم. چرا غذا میخوریم؟ چون غمگین هستم. چرا غذا میخوریم؟ چون عصبی هستم. اینها توجیه خوبی برای غذا خوردن نیست. ما غذا میخوریم برای این که نیازهای بنیادین بدن خودمون را تأمین کنیم. کسی که عصبی است با غذا خوردن نیازش برطرف نمیشه و متاسفانه بخش قابل توجهی از غذا خوردن ما این جنبه ها رو داره. یعنی بیش از این که به کارکرد واقعی غذا توجه کنیم، از سر عادت غذا میخوریم. اگر بشقاب ما بزرگ باشه و در اون غذای زیادی باشه، تا وقتی که غذا در بشقابه میخوریم. بشقاب کوچکتر باشه کمتر میخوریم. عادت. لذا اولین پرسشی که ما باید از خودمون بکنیم آن است که چرا میخوریم. پاسخ آن است که بدن ما به دلیل فعالیتی که میکنه، فعالیت فیزیکی که میکنه، انرژی که مصرف میکنه، عضلاتی که تحلیل میرن، مایعاتی که از کف میده،
برای رفع نیاز خودش به غذا نیازمند. اگر ما همواره این پرسش را از خودمون بکنیم، این پرسش قطب‌نمای خوبی است که خود به خود بسیاری از رفتارهای غذایی ما را اصلاح میکنه، جهت میده. ما معمولا با اینکه درباره غذا زیاد صحبت میکنیم، ولی توجه واقعی به غذا خوردنمون نداریم. لذا دعوت قرآن به اینکه فلینظر الانسان الی طعامه، اینکه انسان باید به غذای خودش بنگرد، یک دعوت بنیادی نیست، یک اشاره جدی است، یک درخواست واقعی است. به میزانی که ما توجه کنیم چرا غذا میخوریم، غذا خوردن ما متفاوت میشه، رنگ و بوی دیگری میگیره، معنای دیگری به خودش میگیره. اگر از من بپرسن چرا این نوشابه رو مینوشی، میگم تشنمه. کسی ممکنه میگه خب برای رفع تشنگی مایعات بهتری وجود دارن. چرا این مایع پرقند رو مینوشی؟ آب بنوش. ما چرا وقت تشنمون میشه به جای آب نوشابه مینوشیم؟ چون نیاز داریم؟ نه، چون عادت کردیم. لذا اولین پرسشی که باید بهش توجه کنیم آن است که هدف از خوردن و هدف از نوشیدن در سطح بدنی برای خودمون تعریف شده باشه. من می نوشم تا مایعات بدنم رو تأمین کنم، می خورم برای اینکه نیازهای بدنی خودم رو تأمین کنم. دومین پرسشی که باید به اون توجه جدی کنیم آن است که چه می خوریم یا چه بخوریم. چه باید بخوریم؟ حال که قرار من نیازم رو برطرف کنم چه بخورم؟ قرآن کریم میفرماید طیبات بخورید. طیبات، چیزه پاکیزه بخورید، خوب بخورید. در واقع باید بهترین غذاها رو خورد. دعوت قرآن به نخوردن نیست، به پرهیز نیست، به خوب خوردن و درست خوردن است. طیبات رزق رو، رزقای طیب رو باید بخورید. طیب بودن رزق ابعادی داره، ابعاد حقوقی داره، ابعاد فقهی داره. مال مردم نباشه، مال حرام نباشه، پلید نباشه. ولی نکته مهم که آن چیزی که من طیب باشه، پاکیزه باشه، یعنی خوراک تن باشه. میوه جز طیبات هست. با این سنج ما نگاه کنید، جز طیبات. گیاهان طبیعی جز طیبات هستن. ولی بسیاری و یا عمده و یا همه فراورده‌های صنعتی، شاید کمی اغراق باشه، ولی عمده فراورده های صنعتی غذایی رو شما اگر دقت کنید، اینا طیب نیستن. اینا به تعبیر رایج انگلیسی جانک فود هستن. اینا آشغال هستن، غذای واقعی نیستن، خوراک واقعی نیستن. اینها شکم ما رو پر میکنن ولی ما رو سیر نمیکنند. ما باید بهترین غذا رو بخوریم. شما اگر تصور کنید یک ماشین خوب داشته باشید، برای سوخت ماشین، برای روغن ماشین، برای بنزین ماشین، از بهترین بنزین، بهترین فیلتر و بهترین روغن استفاده میکنید. همون رفتار حداقل با بدن خودمون داشته باشیم. بهترین غذا رو بخوریم. ولی بهترین غذا چیست؟ بیاندیشیم. آیا آنچه که میخوریم بهترین غذاست؟ غالبا این گونه نیست. ما میاییم معمولا بهترین فراورده طبیعت رو، گندم رو برای مثال انتخاب میکنیم. اون رو از ریز مغذی های اون جدا میکنیم، تبدیلش میکنیم به آرد سپید، بعد اون رو با نمک، با چربی، با روغن جامد، با شکر، با چیز دیگه قاطی میکنیم، بعد سرخ میکنیم، میشه شیرینی میخوریم و فکر میکنیم غذای خوبی است. ولی این غذای خوبی نیست، خوراک خوبی نیست. به میزانی که ما غذاها رو دستکاری میکنیم، طبیعت رو دستکاری میکنیم، داریم غذا رو اون از طیب بودنش دور میکنیم و به خودمون آسیب میزنیم و به بدنمون آسیب میزنیم. و سوال بعدی که باید به اون توجه کنیم آن است که چقدر بخوریم. چقدر بخوریم؟ اگر غذا برای نیازه، برای رفع نیاز بدن است، نه از سر سرگرمی و عادت، باید به میزانی بخوریم که بدن ما به آن نیاز دارد. کلو وشرب و لا تسرفو، میانه روی، اعتدال، بنیاد اساسی و قاعده اصلی رفتار در خوردنه. نه کمخوری، نه پرخوری، به اعتدال، میانه روی، به اندازه خوردن. و غالب ما یادمون میره که به اندازه بخوریم، یادمون میره.
در نتیجه غالب ما دچار پرخوری و بدخوری هستیم. اگر تردیدی دارید، همین الان یک نشمون ملایم از پهلوهای خودتون و شکمتون بگیرید. ببینید چقدر چربی و پوست کف دستتون میاد. این سنجه خوبی است که بفهمیم ما به اندازه میخوریم یا نمیخوریم. معمولا ما هرچی سنمون میره بالاتر، فعالیتمون کمتر میشه، فعالیت بدنیمون، در نتیجه نیاز غذاییمون کمتر میشه، ولی از سر عادت رو به پرخوری میاریم، بیشتر میخوریم، بیشتر میخوریم و معمولا دچار پرخوری میشیم. این عادت ما شده و این پرخوری به جای اینکه کمک کنه که بدن ما خوب عمل کنه، فعال باشه، شاداب باشه، روز به روز فرسوده تر، خسته تر و بیحال تر. ما معمولا با اینکه بسیار میخوریم، انواع غذاها رو میخوریم، گاهی وقتا کسانی هستن گوشت میخورن، لبنیات میخورن به بهانه داشتن کلسیم و مانند آن، ولی شما بپرسید از ارتوپدها، از متخصصان، غالب جامعه ما که سنشون به 50 و 60 میرسه دچار پوکی استخوان هستن. غالب میان سالان ما دچار دیابت هستن، فشار خون هستن، چربی خون هستن، کبد چرب هستن. این نشون میده که ما به اندازه نمیخوریم. اولا غذای نامناسب میخوریم، ثانیا به اندازه نامناسب میخوریم. در نتیجه روز به روز به جای اینکه این خوراک مایه رشد بدن ما و فربهی درست ما بشه، مایه آشفتگی ماست. برو ای خاج خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. بدنمون آماسیده میشه، باد میکنه. ما فکر میکنیم خوب کار خوبی میکنیم، فربهی است. این فربهی نیست، این بیماریست، بیماریست. و معمولا ما غفلت میکنیم از این اصل ساده درست خوردن و به اندازه خوردن. نه درست میخوریم، یعنی نه غذاهای درستی میخوریم و نه به اندازه میخوریم. رعایت این اصل ساده ساده است ولی در عمل دشواره. لذا از قدیم گفتند المعده تا رأس و کل داء. گاهی هم گفته شده حدیثه، من مطمئن نیستم. معده سرچشمه همه دردهاست و الحمیه تا رأس و کل دوا، و پرهیز و خودداری ریشه همه درمان هاست. کم خوردن. ما هنگامی که به یک مشکل غذایی میخوریم میپرسیم چی بخوریم؟ نخوریم، چیزی نخوریم. خیلی از مشکلات ما با نخوردن حل میشه، نه با خوردن مجدد، نه با خوردن بیشتر. کبد چرب حاصل بد خوردن و بیش از اندازه خوردنه. بدن ما برخلاف ماشینه. ماشین اگر در یک ماشین، در یک خودرو شما بیش از اندازه بنزین بریزید، این بنزین رو پس میزنه، سرریز میشه. ولی بدن ما آموخته است که اون را نگه داره، ذخیره کنه، و این ذخیره ها فقط به ما آسیب میزنه. سوال دیگری که ما باید از خودمون بکنیم آن است که این غذایی که ما میخوریم، به دست میاریم، با چه هزینه‌ای به دست میاد؟ یعنی چه هزینه‌ای براش پرداخت میکنیم؟ هزینه مقصودم پول نیست، مجموع آن چیزی که صرف میشه تا یه غذایی فراهم بشه. عوامل گوناگونی دست به دست هم میدن. به تعبیر سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا من و شما نانی به کف آریم و به غفلت نخوریم. ولی ما به غفلت میخوریم. ما برای نانی که به دست می آوریم و غذایی که به دست می آوریم و طعامی که به دست می آوریم، هزینه زیادی به بدن خودمون، به جان خودمون، به جامعه خودمون و به طبیعت تحمیل می کنیم. اصولا یادمون باشه در این عالم، تا زمانی که ما در عالم خاک زندگی می کنیم، هیچ چیز مجانی وجود نداره. هر چیزی هزینه داره. و به تعبیر مولانا، خیره میا، خیره مرو جانب بازار جهان، زان که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. هر چیزی که ما به دست میاریم، چیزی در قبال اون از کف میدهیم. وقتی جامعه به سمت، برای مثال هنگامی که جامعه به سمت مصرف غذاهای آماده و فست فود میره، یکی از پیامدهای بلند مدتش تخریب جنگل هاست، از بین رفتن درختان. یکی از پیامدهای بلند مدتش فرسایش خاک. یکی از پیامدهاش افزایش سیل هست. یکی از پیامدهاش از بین رفتن فرهنگ متنوع غذایی ماست. یکی از پیامدهاش ضعف بدن،
کاستی بدن، فرتوتی بدن و کمبود املاح معدنی در بدن هست و برای ترمیم اون و برای تأمین اون میریم سراغ مکمل‌های غذایی که اونم در عملاً چیزی جز خارج کردن ارزهای کشورمون به جای دیگه نیست. همه چیز هزینه داره، هیچ چیز مجانی به دست نمیاد. لذا مراقب باشیم که آنچه که ما بابت غذا میپردازیم میارزد یا نمیارزد. محاسبه بعد چیزا ساده است، ارزش داره یا نداره. گاهی وقتا ما وقت زیادی رو صرف میکنیم تا یه غذا به دست بیاریم. وقتمون مهمترین سرمایه ما، من و شما، وقتمون هست. وقت زیادی رو میگذاریم. یک بار نمایشگاه کتاب رفته بودم، بعد هنگام برگشت دیدم که یه جای صف خیلی بلندی هست، ظهر گرما، صف چی بود؟ ایستاده بودن جمعیت که نون کباب بگیرن، کبابی بود. یک ساعت نیم صرف میکنن وقت که نون کباب بگیرن. آیا میارزه؟ این هزینه است دیگه. یک ساعت و نیم وقت من و شما یه انسان چقدر ارزش داره؟ حساب کنیم. فقط هزینه که من میگم پول نیست، سلامت، عمر، زمان، حتی پول و آسیبی که به جامعه وارد میکنیم. و ما متاسفانه در این زمینه بسیار فقیر هستیم. به هزینه‌ای که غذای ما به طبیعت تحمیل میکنه توجه نمیکنیم. این نوشابه یک بار در ظرفای یک بار مصرف که رواج پیدا میکنه، خب تا مدت قبل در جامعه ما نوشابه وجود نداشتن. نوشیدنی ها معمولا یا عرقیات بودن یا دوغ بود و این هم در لیوان های معمولی دیگه مصرف، یا در مشک بود. نمیخوام بگم به گذشته برگردیم، مثلا بحث برگشته به گذشته نیست، بحث آگاه بودنه. از زمانی که این نوشابه ها رواج پیدا کردن و ظرف های یک بار مصرف باب شدن و نوشابه های یک نفره رواج پیدا کرده، شما الان ببینید هر نقطه ای که انسان پا بگذاره، یک بطری، یک پلاستیک، یک نشانی از آدمی میبینید. به این معنا تنها موجودی که زباله تولید میکنه من و شما انسان هستیم. حیوانات زباله تولید نمیکنن، ما زباله تولید میکنیم. و زباله که تولید میکنیم بار فراوانی است که داریم به طبیعت تحمیل میکنیم و طبیعت واکنش نشون میده، پاسخ میده، آسیب به خود ما برمیگردونه. این گونه نیست که ساکت و بی‌تفاوت باشه. طبیعت بی‌تفاوت نیست. اصولا در این عالم هیچ عملی بی پاسخ نمیمونه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این نیست. این گونه نیست که من هر گونه بخواهم رفتار کنم، مصرف کنم، بخورم، بنوشم، هیچ اتفاقی نیفته. نه، در مقیاس کلان هر رفتاری که من و شما انجام میدهیم به سرعت واکنش برمیانگیزه، پاسخ میده و دامنگیر ما میشه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر کاری که ما بکنیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر مراقب بدنمون باشیم این مراقبت به سود ماست، اگر مراقب بدنمون نباشیم به زیان ماست، به زیان طبیعت است. و این سوالات بنیادینی هست که در عرصه توجه به طعام در سطح بدنی مطرح. یکی از نکته های مرتبط به بهداشت تغذیه و اینکه چقدر بخوریم آن است که من و شما در جامعه زندگی میکنیم خوشبختانه که کسی دچار کمبود تغذیه نمیشه، این نگرانی نداشته باشه. یعنی هیچ کس بر اثر گرسنگی در جامعه امروز ایران ما نمیمیره. هممون سوء تغذیه داریم، ولی سوء تغذیه غیر از کمبود تغذیه است. سوء تغذیه به خاطر بد خوردن، نه کم خوردن. ما مشکل کم خوردن نداریم و اتفاقا مشکل جامعه ما مشکل پر خوردنه. لذا یکی از توصیه های بنیادین اخلاقی در سنت اسلامی دعوت به آن است که عادت کنیم کمتر بخوریم. چون بدن هوشیاره، بدن ما به شکل طبیعی هنگامی که غذای کمی بهش برسه خبر میده، هشدار میده، توجه ما رو جلب میکنه. ما نگران نباشیم که غذا کم بخوریم. کم خوردن به ما کمک میکنه شادابتر بشیم. لذا در تمام سنت های عرفانی، نه تنها در اسلام، در تمام سنت های عرفانی دنیا، در ادیان گوناگون، ما شاهد پرهیزهای خاص غذایی هستیم در قالب روزه گرفتن در سنت اسلامی یا چله نشینی و مانند آن. نوعی از پرهیز و امساک را ما داریم. این امساک در دراز مدت به ما کمک میکنه تا بدنمون شادابتر بشه، نه اینکه ضعیف بشه. ما بدن رو تضعیف نمیکنیم. یکی از معروف هممون شنیدیم که حضرت امیر غذای خیلی ساده میخورد،
و کم هم میخورد یا ساده میخورد و معروف هست و نون نمک میخوردشون، نون احیانا سرکه میخورد. و کان لا یأکل اللحم الا قلیلا قلیلا، و بسیار بسیار کم گوشت میخورد و میگفت لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات، شکمتون رو گورستان حیوانات نکنید. در همون زمان به حضرت امیر ایراد میگرفتن که ایشون و کأنی به قائل کم، انگاری که از شما برمیگرده به من میگه که اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب، اگر این غذای علی باشد فقط قعد به ضعف عن قتال الاقران و مناظرت شجعان، با این غذایی که میخوره حریف دلیران و دلاوران و جنگاوران رقیب نمیشه. بعد پاسخ میده اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. الا و ان شجره البریه اصل بعودن، درختان کوهی چوبشون نیرومندتره. و رواه الخضره عرق و جلودن، در حالی که درختهای شهری که آبیاری میشن خیلی شکننده و ضعیف هستن. و نباتات البدویه اقوا و قودا، گیاهان کوهی آتش استوارتری دارن. اصولا زندگی ساده و ساده زیستی و کمی به خود سخت گرفتن نه تنها مایه آسیب به خود نمیشه، بلکه انسان رو نیرومندتر میکنه. یک سبک زندگی ما داریم در یونان باستان، سبک زندگی اسپارتی بهش میگفتن. الان هم هست کتابای درباره سبک زندگی اسپارت. یک جامعه بوده در یونان باستان که اینها خیلی ساده زیست بودن، برای آدمای جنگاوری بودن، اهل جنگ و نبرد بودن، و اینها به آتن حمله کردن و آتن را شکست دادن و با ایرانیان هم جنگ داشتن مفصل. به هر حال این تصور که ما با رسیدگی به بدن خودمون رشد میکنیم و بدنمون پرورده میشه اشتباهه. با اعتدال و یه کمی کمتر خوردن بهتر میتونیم به مقصود برسیم. لذا مولانا میگه نعمت تن خام کند، مهنت تن رام کند، مهنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری. به میزانی که ما تسلیم خواسته بدنیمون میشیم به همون نسبت ضعیف میشیم. به میزانی که ما به پرخوری روی میآوریم شادابی جانمون رو و روانمون رو و قلبمون رو از کف میدهیم. لذا فرمودن البتنه تمنع الفتنه، پرخوری شکمبارگی مانع هوشیاری میشه. شما امتحان کنید، ظهرها معمولا وقت ما غذای سنگین میخوریم، بعد از ماه رمضان، قبل از ماه رمضان میافتیم. پس ماه رمضان بعد از افطار تا 2 ساعت 3 ساعت تا به حرکت کردن نداریم، پرخوری. کسانی که رژیم غذایی و نظام غذایی مناسب تری دارن و به کمخوری عادت دارن همواره شاداب هستن. و این نکته بسیار مهمی است که به اون توجه کنیم که ما با پرخوری در واقع به خواستمون نمیرسیم. اگر واقعا میخواهیم این بدن رو نگه داریم، دارم حداقل، نمیخوام بگم بدن ما ماشین ماست، ولی حداقل فکر کنیم که این بدن ماشین ماست، یه ماشین خوبی خداوند به ما عطا کرده، گرچه ماشین نیست. در سنت اسلامی گفته میشه بدن ما معبد نوره، هیاکل و نور، هیکل تو فارسی هیکل به معنی بدنه، ولی خب اصل کلمه هیکل یعنی معبد، کلمه هیکل یعنی معبد، معبد نور هستیم ما. این بدن ما محل تجلی خداونده و قلب ما جایگاه خداونده. ما میتونیم ماشینمون رو عوض کنیم پس از مدتی، ولی بدنمون رو هرگز عوض نمی کنیم. باید با این بدن سراسر عمر زندگی کنیم. لذا بکوشیم بهترین وضعیت ممکن رو برای بدن فراهم کنیم، بهترین وضعیت، یعنی بهترین خوراک رو به شکل مناسبی و به میزان مناسبی همواره مصرف کنیم و هوشیار باشیم که آن خوراکی که مصرف میکنیم کمترین هزینه رو به طبیعت تحمیل کنه. من و شما موجودات مصرف کننده هستیم و هر چی که بخوریم و بنوشیم به نحوی به طبیعت آسیب میزنه، میزنه چه بخوایم چه نخوایم، ولی میتونیم میزان آسیب رسانی به طبیعت رو کاهش بدهیم. این فست فودهایی که روز به روز رواج پیدا میکنه، ببینید هر یک از این فست فودها به چه قیمتی تمام میشه. اون کارتونی که در واقع فست فود درش میگذارن یعنی درختی که قطع شده،
آن نان سفیدی که وجود داره و اون گوشتی که احیانا توش هست، یعنی گله هایی که در واقع قتل عام شدن، جنگل هایی که از بین رفتن تا تبدیل شدن به دامداری های صنعتی و مانندان، تمام اینا تحمیل به طبیعته و ناگهان در قالب یک اتفاق واکنش نشون میده و ما مشاهده میکنیم که چه اتفاقاتی در سطح جامعه رخ میده. جامعه ای داریم که غالب افراد دچار انواع بیماری های بدنی هستن، کم تحرک هستن، پر مصرف هستن، فقط و فقط فکر خوردن و نوشیدن هستن، در عزا و عروسی، در سفر و حضر. حتی ماه رمضان هم باز دغدغه ما با اینکه این ماه آمده است تا اندکی این وابستگی ما را به شکم و غذا کم کنه و توجه ما را به معنویت افزایش بده، باز در این ماه دغدغه‌مون است که افطار چی بخوریم، بعد از افطار چی بخوریم، سحر چی بخوریم، چه کار کنیم که گرسنه نشیم. انگار گرسنه شدن چیز خیلی بدی است. اینطور نیست. گرسنگی یک فرایند طبیعی است که بدن رو آگاه میکنه، هوشیار میکنه. و ما اگر اینگونه نگاه کنیم به خودمون و به وجودمون، متوجه میشیم که وجود ما از سه ساحت تشکیل شده، سه لایه داره. یکی لایه بدنی که بنیادی ترین و آشکارترین جنبه وجود ماست. برای حفظ این لایه وجودیمون یا بدنمون نیاز به غذا داریم و باید غذا بخوریم، باید غذای خوبی بخوریم، ولی همواره از خودمون بپرسیم که چرا میخوریم، آگاه باشیم. اصولا یکی از گامهای آغازین در رشد معنوی انسان به تعبیر عارفان ما یقظه است، یعنی بیدار شدن، بیدار بودن، هوشیار بودن، چیزی که امروزه میگن مایندفولنس. مایندفول باش، یعنی ذهن آگاه باشیم، ببینیم داریم و بدونیم داریم چه کار میکنیم. همواره از خودمون بپرسیم چرا این رو میخورم، چرا این رو مینوشم، و همواره به هوش باشیم که چه میخوریم. روز به روز جامعه مصرف کننده آگاه داره رشد میکنه. در گذشته نوشابه ها که وجود داشتن برچسب نداشتن، الان اکثر نوشابه برچسب دارن، مواد غذایی این برچسب ها یا این افزودنی های مجازی که روش نوشتن، یعنی مجاز نیستن به واقع. هر غذایی که افزودنی برش نوشته باشه، یعنی این در نهایت آسیب زاست. ما باید هوشیار باشیم. چرا باید من غذای مصرف کنم که آسیبزا هست؟ به طور طبیعی نان طبیعی در دو روز سه روز خشک میشه. اگر یک کیکی هست که بعد از 6 ماه همچنان نرم و تازه و خوردنی است، یعنی یک مشکل جدی داره. این نشانه خوب بودن این کیک نیست. شیر به طور طبیعی دو روز سه روز اگر بماند میگندد، نمیشه مصرف کرد. ولی این چه شیری است که بعد از 3 ماه شما میخرید با ماندگاری طولانی و مصرف میکنید؟ میگید پاستوریزه شده، هموجنیزه شده، ولی یادمون باشه به اینها پنیسیلین هم اضافه شده، مواد غذای واقعیش گرفته شده. هوشیار باشیم چی مصرف میکنیم و بپرسیم چقدر مصرف کنیم. هر انسانی میتونه خودش سنجه خودش باشه. اگر نخواهیم خودفریبی کنیم، میاموزیم و کم کم یاد میگیریم میزان مناسب غذا رو مصرف کنیم. آشکارترین سنجه آن است که مراقب وزن خودمون باشیم. اگر سال به سال وزنمون زیاد بشه، این چیز طبیعی نیست، این یه نقصه. وزن انسان نباید خیلی تغییر کنه. وزن انسان در 25 سالگی تا 40 سالگی نباید فرق خاصی بکنه، برای اون نباید بیشتر بشه. هر کسی یه اسکلت مشخصی داره و این تغییر وزن گسترده، اونم زیاد شدن وزن، یعنی که ما به میزان نمیخوریم. و از خودمون بپرسیم که این غذایی که میخوریم چه اثری بر طبیعت، بر جامعه داره. جوابش هم آشکاره. شما برید کنار دریا، برید جنگل ها، هر جا برید نشان تخریب و خرابکاری انسان دیده میشه. معناش اینه که غذایی که ما میخوریم هزینه زیادی به طبیعت تحمیل میکنه و این با منطق قناعت، با منطق اقتصاد و امساک سازگار نیست. یادمون باشه رزقی که خداوند در اختیار ما گذاشته برای آن است که ما بنوشیم و بخوریم، ولی به اندازه بخوریم و بنوشیم. هنگامی که ما تکلیفمون رو با بدنمون و میزان غذا خوردنمون روشن کردیم، میرسیم به ساحت دل. در ساحت دل هم باز چند تا سنجه خیلی مختصر وجود داره، چند تا معیار وجود داره. در ساحت دل باید یاد بگیریم که آنچه که من میگویم، آنچه که به زبان میآورم بر دیگران اثری دارد. این اثر خوب است یا بد است؟ رفتار من نوع دوستانه است یا نیست؟ به پیرامون خودمون، به طبیعت توجه دارم یا ندارم؟
توجه دارم که کل پرندگان و چرندگان روی زمین امت هستن یا نیستند. به میزانی که من بتونم مناسبات خودم رو با هم نوع خودم، با هم جنس خودم، با کل طبیعت سازگار کنم، به همون میزان میتونم بگم که من دارم قلب خودم رو و روح و روان خودم رو پرورش میدم و تقویت میکنم. لذا نوع دوستی، توجه به دیگران، دلسوزی، انفاق، احسان، اینا نشانه هایی است که اگر ما در ما باشه، یعنی ما داریم غذای خوبی رو به روح خودمون و به قلب خودمون میرسونیم. اگر رقابت، حسادت، نفرت، کینه کشی و دشمنی پایدار در ما باشه و چشم دیدن همدیگر رو نداشته باشیم، یعنی ما روحمون بیماره، دچار سوء تغذیه است. و میرسیم به سطح عقلی و تفکری ما. در اینجا هم سنجش خیلی مهمی وجود داره و اون که بیاموزیم تفکر انتقادی داشته باشیم. یکی از راه‌های تقویت جنبه عقلانی ما و رساندن غذای خوب به عقلمون آن است که مراقب باشیم چی میخوریم، یعنی چی میخونیم، چی میشنویم و چی گوش میکنیم. هر چیزی رو نباید خواند، هر چیزی رو نباید دید، هر چیزی رو نباید شنید. بهداشت عقلانی باید داشت. این بهداشت عقلانی را از طریق درسی به نام تفکر انتقادی ما میآموزیم. اینجا من فرصت نیست دربارش بحث کنم. تفکر انتقادی یعنی ساده لوح نباشیم، زود باور نباشیم، گول نباشیم، گیج نباشیم، هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. سخنان به میزانی که درشت میشون، ادعاها به میزانی که نیرومند میشن، مطالبه دلیل کنیم. به هر منبعی استناد نکنیم، اعتماد نکنیم. هر اون چه که در فضای مجازی دیدیم جدی نگیریم، باور نکنیم. ما در فضای زندگی میکنیم که غالبا تلاش میشه تا به ما بباورونن چیزهایی را، ما را به مصرف بیشتر، به خرید بیشتر، به داشتن بیشتر ترغیب کنن. در این فضا بهترین بهداشت عقلانی پرورش تفکر انتقادی در خیشتنه و تبدیل شدن به مصرف کننده آگاه. مصرف کنیم از تمام امکانات تکنولوژیک، امکانات علمی، امکانات اجتماعی، شبکه‌ها، از همه اینها استفاده کنیم، ولی به شکل آگاهانه. مراقب باشیم غرق اونها نشیم و بازی جریانی رو نخوریم، یک شبکه رو نخوریم و فرو نریم. هوشیار باشیم. مصرف کننده آگاه بودن یعنی همین. یادمون باشه که ما هر چیزی رو که به دست میاریم به یه قیمتی هست. ببینیم قیمتی رو که پرداخت می‌کنیم ارزش اون رو داره یا نداره. برای مثال بخشی از مطبوعات و نشریات و نوشته‌ها و کتاب‌ها چیزهایی هستند که به اصطلاح فنی و متخصصان سواد اطلاعاتی بهش میگن تابلوئید، نوشته‌های زرد، تابلوئید، نوشته‌هایی که به زندگی خصوصی دیگران میپردازن، میرن توی حیات خلوت آدم‌ها میگردن، فلانی چه کار کرده، چه کار نکرده، تمام اینها آسیب میزنه به روح ما، به عقل ما. 50 سال من و شما از این مطالب رو بخونیم ذره رشد عقلی نخواهیم کرد. لذا اولین گام در جهت رشد عقلی، همونجور که دیشب هم اشاره کردم، آن است که بکوشیم مانع ورود اطلاعات نادرست به درد نخور و به تعبیر امروزی چیپ به خودمون بشیم، به ذهنمون بشیم. و گام دوم آن است که بکوشیم بهترین اطلاعات و یافته‌های علمی رو، معرفتی رو، دینی رو، فلسفی رو به چنگ بیاریم. و راهش هم و سنجهش هم آن است که بیاموزیم تفکر انتقادی داشته باشیم، زود باور نباشیم، ساده لوح نباشیم. امیدوارم که در این روزها و در این شبها و در آینده همواره مراقب آنچه که میخوریم باشیم، چه در سطح بدنمون، چه در سطح دلمون و چه در سطح عقلمون. پایدار باشید و السلام علیکم و رحمت الله.